زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش هجازی، با صدای هلیا مقصودی قسمت چهاردهم همین که از مغازه بیرون آمدیم اولین کارم این بود که بطری های ودکا را به زمین کوبیدم اما یکی از بطری از شکسته شدن نجات یافت و به سرعت دهان به دهان گشت از نحوه نوشیدنشان فهمیدم که ترسیدند. به اندازه من ترسیده بودند. تفاوتش این بود که بعد از احساس خطر خودشان را برای حمله آماده می کردند. به دیگری گفت حالم خوب نیست. دیگه از اینجا بریم. نفهمیدم از اینجا به کجا. هر کس به خانه خودش؟ هر کس به شهر خودش؟ یا به زیر پل خودش؟ هیچ کس از من نپرسید که آیا من هم باید از اینجا بروم؟ برای همین باز هم همراهشان رفتم. این جمله که حالم خوب نیست ناراحتم می کرد. معنایش این بود که آن شب دیگر نمی توانستیم درباره سفرمان به آسیای میانه صحبت کنیم. باید خداحافظی می کردم؟ یا باید تا آخر میرفتم تا بفهمم از اینجا برویم یعنی چه متوجه شدم که به من خوش میگذرد و دلم میخواهد سعی کنم آن دختر با لباس خوناشام ها را اقوا کنم پس به پیش و با اولین علامت خطر بزنم به چال در حالی که به طرف محل ناشناخته ای به سراسر تجربه آن شب فکر کردم. یک قبیله بازگشتی نمادین به دورانی که انسانها کوچ می کردند. در میان گروه پناه می گرفتند و برای بقا به اندک آزوقی قناعت می کردند. قبیله در میان قبیله خسمانه دیگری به نام جامعه این قبیله در کشتزارهای قبیله جامعه میگشت میترسیدند میترسیدند چرا که همواره آنها را به مبارزه می تلبیدند. ادهی که در اجتماعی آرمانی جمع شده بودند که از آنها چیزی نمیدانستم جز سوراخ های صورتشان و لباس هایی که می پوشیدند چه ارزش هایی داشتند؟ نظرشان درباره زندگی چه بود؟ از کجا پول در میآوردند؟ رویاهایی داشتند یا سفر به دور دنیا برایشان کافی بود اینها همه بسیار جالب تر از برنامه شامی بود که فردا شب باید در آن شرکت می کردم. که از پیش میدانستم دانستم دقیقا چه اتفاقاتی قرار است رخ بدهد. شاید تاثیر ودکا بود. اما احساس آزادی می کردم. سرگذشت شخصیم مدام از من دورتر میشد. فقط مانده بود لحظه اکنون غریزه و زهیر ناپدید شده بود زهیر ناپدید شده بود اما اکنون میفهمیدم که یک زهیر فراتر از شیئی است که باعث وسواس ذهنی انسان می شود. چیزی مثل به قول بورخس یکی از هزار ستون مسجد قرتبه یا زنی در آسیای میانه که دو سال تمام تجربه هولناک من شده بود زهیر تثبیت علاقی بود نسبت به هر آنچه نسل به نسل منتقل شده بود هیچ سؤالی را بی جواب نمی گذاشت. تمام فضا را اشغال می کرد هرگز نمی گذاشت امکان تغییر وضع را تصور کنیم. انگار این ظهیر قادر متعال با هر انسان متولد میشد و در سالی به اوج قدرتش می رسید و قواعدش را تحمیل می کرد و از آن به بعد همیشه مورد احترام قرار می گرفت. کسانی که با ما فرق دارند خطرناکند. اهل قبیله دیگریند. آمدن تا زمین ها و زن های ما را بگیرند. باید ازدواج کنیم، فرزند بیاوریم، تولید مثل کنی عشق کوچک است فقط برای یک نفر جا دارد و مراقب باش نفرین و کفر است اگر بخواهی بگویی گنجایش قلب بیش از این است بعد از ازدواج اجازه داری مالک جسم و روح همسر خود بشوی باید شغلی را برگزینیم که از آن متنفریم چرا که جامعه ما سازماندهی شده و ما بخشی از آنیم اگر هر کس کاری را بکند که دلش میخواهد کار دنیا پیش نمی رود. باید جواهرات بخریم جواهرات ما را به قبیله ما می شناساند همانطور که سوراخ های صورت کارت شناسایی قبیله دیگر است. باید با مزه باشیم و با تنه و تنز با کسانی برخورد کنیم که احساساتشان را نشان می دهند. اگر یکی از اعضای قبیله احساساتش را بروز بدهد برای تمام قبیله خطرناک است. باید حد نگوییم نه. چرا که مردم بیشتر دوست دارند بگوییم بله. بله گفتن به ما اجازه می دهد در این دنیای پرخصومت بقایابی. نظر و فکر دیگران از احساس ما مهمتر است. هرگز نباید رسوایی بپا کنیم. مبادا توجه یک قبیله دشمن را جلب کنیم. اگر رفتار متفاوتی نشان بدهید، از قبیله ترد می شوید. چرا که ممکن است بیماریتان به دیگران سرایت کند و باعث از هم پاشیدن چیزی شوید که سازماندهیش اینقدر دشوار بوده همیشه باید توجه کنیم که در قارهای مدرن خودمان چطور زندگی می کنیم. اگر هم درست ندانیم از یک دکوراتور می خواهیم که تمام تلاشش را بکند تا به دیگران نشان دهد که ما خوش ایم. باید در روز سه وعده غذا بخوریم. حتی اگر گرسنه نباشیم. وقتی شکل بدنمان از معیارهای زیبایی خارج می شود، باید رژیم غذایی و روزه بگیریم حتی اگر از شکل بیفتیم باید مطابق الگو لباس بپوشیم باید با یا بدون میل عشق بازی کنیم باید به نام جنگ و دفاع آدم بکشیم باید بخواهیم که زمان زودتر بگذرد و بازنشستگی زودتر برسد. باید در انتخابات و برگزیدن سیاستمدارها شرکت کنیم. باید از هزینه های زندگی شکایت کنیم. باید آرایش مویمان را تغییر بدهیم. باید اشخاص متفاوت را نفرین کنیم. باید بسته به دینمان یک شنبه ها شنبه ها یا جمعه ها مراسم مذهبی به جا بیاوریم باید به خاطر گناهانمان طلب مغفرت کنیم. باید به خودمان ببالیم که حقیقت را میدانیم و قبیله های دیگر را تکفیر کنیم که خدایی دروغین را میپرستند فرزندانمان باید راه ما را دنبال کنند چرا که ما بزرگتریم و دنیا را میشناسیم همیشه باید یک مدرک دانشگاهی داشته باشیم حتی اگر هرگز در رشته تحصیلی که ما را مجبور به انتخاب آن کرده اند کاری نیابیم باید درس هایی بخوانیم که هرگز به کارمان نمی آید. اما می دانستنش لازم است. جبر، مسلسات یا قانون همورابی. هرگز نباید باعث ناراحتی پدر و مادرمان بشویم. حتی اگر به خاطرش لازم باشد تمام شادی زندگیمان را پس بزنیم باید با صدای کم به موسیقی گوش بدهیم. باید آهسته حرف بزنیم باید در نهان گریه کنیم چرا که منم زهیر قادر متعال دیکت کننده قواعد بازی تعیین کننده فاصله بین ریل های قطار و معنای موفقیت و شیوه عشق ورزیدن و اهمیت پاداش و مجازات در محله گران قیمتی جلوی امارت نسبتا مجللی ایستادی. یکی از اعضای گروه کد در ورودی را وارد کرد و همه به طرف طبقه سوم راه افتادیم فکر کردم قرار است با خانواده ای فهیم روبرو رو بشوم که دوستان پسرشان را تحمل می کنند تا بتوانند فرزندشان را کنار خود داشته باشند و اوزا را در اختیار خود حفظ کنند. اما وقتی لوکرتسیا در را باز کرد همه جا تاریک بود. همچنان که چشمهایم به روشنایی خیابان عادت می کرد که از میان پنجره ها به درون می تابید، آنجا یک سالن خالی بزرگ دیدم. تنها زینتش شومینه ای بود که سالها بود روشن نشده بود. جوانی موبور با کت گاباردین و قد تقریبا دو متر که مدل موهایش شبیه سرخ بوستان بود به آشپزخانه رفت و با شمهای روشن برگشت. همه در دایرهای بر زمین نشستند و آن شب برای اولین بار ترسیدم. انگار در یک فیلم ترسناک حضور داشتم. قرار بود یک مراسم شیطان پرستی شروع بشود. قربانیشان هم این بیگانه بی احتیاطی بود که تصمیم گرفته بود با آنها همراهی کند. رنگ میخایل پریده بود. چشمهایش بی اختیار در چشم خانه می گشت و نمی توانست آنها را بر یک نقطه ثابت نگه دارد. این موضوع آشفتگی مرا بیشتر کرد. نزدیک بود دچار حمله تشنج بشود. یعنی اینها میدانستند در چنین وضعی چه باید بکنند بهتر نبود همان وقت بروم بیرون و خودم را درگیر یک فاجعه نکنم شاید عاقلانهتر همین بود و کاملا با زندگی سازگاری داشت که در آن من نویسنده مشهوری بودم و درباره معنویت می نوشتم و بنابراین باید الگویی به جا می گذاشتم. بله اگر منطقی بودم به لوکرتسیا می گفتم در صورت حمله چیزی در دهان نامزدش بگذارد تا زبانش به عقب برنگردد و خفه نشود. البته خودش حتما این را می دانست. اما در دنیای پیروان زهیر اجتماعی هیچ چیز را نباید به حدس و گمان واگذار کرد. باید وجدانمان را راحت نگه داریم. اگر پیش از تصادف من بود همینطور عمل می کردم. اما حالا سرگذشت شخصیم اهمیتش را از دست داده بود. دیگر سرگذشت نبود. دوباره یک افسانه شخصی شده بود. یک جستجو، یک ماجراجویی، سفری به درون و بیرون خودم. باز در دورانی بودم که در اطرافم همه چیز عوض می و دلم می خواست روزگارم را تا پایان عمر به همین وضع ادامه بدهم. به یاد گور نوشتم افتادم. او زمانی مرد که هنوز زنده بود. تجربه های گذشته را همراه داشتم و این باعث می شد با سرعت و دقت واکنش نشان بدهم. اما درس هایی را که آموخته بودم تمام مدت به یاد نداشتم. در وسط میدان جنگ رزماوری را تصور کنید که ناگهان از پیکار دست می کشد تا تصمیم بگیرد چه جور ضربه ای وارد کند. در یک چشم برهم زدن جانش را از دست خواهد داد و از ماوری که در من بود و با آمیزه اشراق و مهارت عمل می کرد به این نتیجه رسید که بهتر است بمانم و تجربه آن شب را ادامه بدهم هرچند دیگر خیلی دیر بود مست بودم خسته بودم می ترسیدم ماری بیدار شود و نگران و عصبانی بشود. کنار میخاییل نشستم تا اگر تش کرد به سرعت عمل کنم. متوجه شدم که ظاهرا میتواند حمله سر را مهار کند. کم کم آرام گرفت. چشمهایش دوباره همان درخشش جوان سفید پوش، روی سکوی رستوران ارمنی را باز یافت. گفت با دعای همیشگی شروع کنیم. و آنها که تا آن موقع خشن و مست و مطرود از جامعه بودند چشمهایشان را بستند و در یک دایره بزرگ دست به دست هم دادند. حتی آن دو سگ گرگی هم انگار در گوشه تالار آرام گرفته بودند. بانوی ما وقتی به ماشین ها می نگرم و به ویترین مغازه ها و انسان هایی که به هیچ کس نگاه نمی کنند و به امارت ها و بناهای یاد بود غیبت تو را در آنها حس می کنند. یاری کن تا تو را بازگردانی گروه با صدایی یک پارچه ادامه داد بانوی ما حضور تو را حس می کنیم در آزمون هایی که از سر می گذرانی. یاری کن تا مقاومت کنی تا با آرامش و عزم به یادت آوریم حتی آنگاه که دشوار است برایمان پذیرفتن اینکه ما را دوست می‌داری. متوجه شدم که همه نماد پروانه را بر جایی از لباس خود دارند. گاهی یک سنجاق سینه بود یا یک پلاک فلزی یا گلدوزی یا حتی طرحی که با خودکار بر پارچه کشیده بودند. مایلم امشب رو تقدیم مردی کنم که درست کنار منه. کنار من نشسته تا ازم محافظت کنه. از کجا می دانست؟ مرد نیکیه. فهمیده که عشق تغییر میکنه و اجازه میده عشق تغییرش بده. هنوز بار زیادی از سرگذشت شخصیش رو بر روحش حمل میکنه. اما هر وقت ممکن باشه تلاش میکنه خود رو از اون رها کنه و برای همین با ما مونده. شوهر زنیه که هممون میشناسیم. که یادگاری برای من گذاشت به عنوان مدرک دوستیش و به عنوان یک تلز میخایل تک پارچه خونالود را بیرون آورد و جلویش گذاشت این بخشی از پیراهن سربازی گمنامه پیش از مرگ از اون زن خواست پیراهنم را پاره کن و میان آنانی تقسیم کن که مرگ را باور دارند کسانی که به خاطر این باور می توانند چنان زندگی کنند که گویی امروز آخرین روز حیاتشان بر زمین است به این افراد بگو من چهره خدا را دیدم نترسند آرام بگیرند تنها حقیقت را بجویند که عشق است و به آیین عشق زندگی کنند همه با احترام به تک پارچه نگاه کردند. در دوران شورش به دنیا آمده ایم. خود را با شور و شیفتگی وقف این می کنی. زندگی و جوانیمان را به خطر می و ناگهان می ترسیم. شادی آغازین جایش را به چالش های راستین می دهد. خستگی، یک نواختی، تردید نسبت به توانایی های شخصی. دوستان دیگر را می بینیم که دست از مقاومت می کشند. ناچاریم به انزوا و قافلگیری سرشار از پیچ و خمهای ناشناخته و ناگزیریم به این که پس از هر سکندری یاوری نداشته باشیم و سرانجام از خود میپرسیم آیا به زحمتش می ارزد؟ میخایل مکسی کرد ارزش ادامه دارد و ادامه می دهیم. هرچند می دانیم روح ما، هرچند ابدی اینک اسیر تور زمان است. با فرصت ها و محدودیت هایش. تا آنگاه که ممکن باشد میکوشیم خود را از این تور رها کنیم. و آنگاه که دیگر ممکن نباشد باز می گردیم به سرگذشتی که برای ما باز گفتند. اما مبارزه های من را همچنان در خاطر نگاه می داریم. و اگر شرایط باز مساعد شود آماده آغاز دوباره نبرد خواهیم. آمین همه تکرار کردند آمین جوان موبوری که موهایش را به سبک سرخ ها کوتاه کرده بود گفت باید با بانو صحبت کنم امروز نه خستم همه زمزمه ای سر دادند. اینجا برخلاف رستوران ارمنی همه از سرگذشت میخاییل و آن حضور با خبر بودند و اعتقاد داشتند اکنون کنار اوست. میخاییل برخاست و به آشپزخانه رفت تا یک لیوان آب بردارد. همراهش رفتم. پرسیدم آن آپارتمان را از کجا آوردند؟ توضیح داد که طبق قانون فرانسه هر شهروند مجاز است قانونا از ملکی که مالکش از آن استفاده نمی کند استفاده کند یا به عبارت دیگر تصرف این فکر که ماری منتظرم بود کم کم آزارم میداد میخائیل بازویم را گرفت امروز گفتی میخوای به استپ بری. فقط یک بار دیگه میگم خواهش میکنم منو با خودت ببر. باید به کشورم برگردم حتی اگه شده برای مدت کوتاهی. اما پول ندارم. دلم برای مردمم تنگ شده. برای مادرم. برای دوستام. میتونستم بهت بگم آوا به من گفته که تو به من احتیاج پیدا می کنی. اما این واقعیت نداره. بدون هیچ مشکل و کمکی میتونی استر رو پیدا کنی. اما باید خودم رو با انرژی سرزمین خودم تقضیه کنم. میتونم هزینه بلیت رفت و برگشت رو بهت بدم. میدونم میتونی. اما دوست دارم با تو باشم. دلم میخواد تا دهکده اقامتگاه استر بیام. باد رو به صورتم احساس کنم. در پیدا کردن راهی کمکت کنم که تو رو به زن محبوبت میرسونه. اون برای من خیلی مهم بود. هنوز هم هست. با دیدن تغییرات و عزمش خیلی چیزها یاد گرفتم. و میخوام به یاد گرفتن ادامه بدم. یادت هست از سرگذشت های ناتمام گفتم. میخوام وقتی ساختمان اقامتگاهش ظاهر میشه کنارت باشم. اینطوری تا پایان این دوره از زندگی تو و خودم رو تجربه کردم. وقتی خونه ظاهر شد تو رو تنها میذارم. منظورش را نمیفهمیدم. سعی کردم موضوع را عوض کنم و پرسیدم اینها در سالن چه کسانی هستند. کسایی که می به روزگار شماها گرفتار بشن. نسلی که رویای تغییر دنیا رو داشتین اما تسلیم واقعیت شدیم. وانمود میکنیم کنیم قدرتمندیم چون که ضعیفیم. هنوز تعدادمون کمه خیلی کم اما امیدواریم این وضع گذرا باشه آدما نمیتونن برای همیشه در فریب بمونن حالا جوابمو بده میخایل میدونی که صمیمانه میخوام خودمو از سرگذشت شخصیم آزاد کنم اگر چند وقت پیش بود خیلی راحتتر بودم که با تو سفر کنم. چون که تو با منطقه و رسوم و خطرات احتمالیش آشنایی. اما حالا فکر می کنم باید به تنهایی کلاف نخ آریادنی رو باز کنم. تو از هزار تویی که توش گیر افتادم نجات پیدا کنم. زندگیم عوض شده. انگار ده سال جوونتر شدم یا بیس سال. و این برای ایجاد میل به رفتن به دنبال ماجراجویی کافیه. کی میری؟ همین که ویزا بگیرم. دو سه روز دیگه. بانو به همراهت. آوا میگه موعد مقرر رسیده. اگه نظرت عوض شد خبرم کن. از بینشان گذشتم. روی زمین دراز کشیده بودند تا بخوابند. در راه خانه فکر کردم زندگی خیلی شادتر از آن است که وقتی به این سن رسیدم تصورش را می کردم. انسان همیشه می تواند دوباره جوان، و دیوانه بشود. چنان بر لحظه اکنون متمرکز بودم که متعجب شدم وقتی دیدم در راه مردم خود را از سر راه هم کنار نمیکشند و چشمهایشان را با ترس پایین نمیاندازند. هیچکس هیچ کس اصلا متوجه حضورم هم نمیشد. اما از فکرش خوشم میآمد شهر دوباره مثل زمانی شده بود که از هنری چهار روم به خاطر خیانت به مذهب پروتستان و ازدواج با یک زن کاتولیک انتقاد میکردند او جواب داده بود پاریس سزاوار این هست که در اون یک مراسم مس برگزار بشه سزاوار خیلی بیشتر از اینها بود. در ذهنم مرور کردم. قتل عام های مذهبی، آینهای های خونین، پادشاهان، ملکه ها، موزه ها، قلعه ها، نقاشان رنج کشیده، نویسندگانی که مست می کردند، فیلسوفانی که خودکشی کردند، ارتش هایی که آزم فتح می شدند. خائنانی که با یک حرکت سلسله ای را سرنگون می کردند. سرگذشت هایی که زمانی از یاد رفت و اکنون دوباره به یاد می آمد و بازش می گفتند. پس از مدت ها اولین بار بود که به محض ورود به خانه سراغ کامپیوتر نرفتم تا ببینم پیام فوری دارم یا نه. دیگر برای من چیزی وجود نداشت که نتوان به تأخیرش انداخت. فورا به اتاق نرفتم تا ببینم ماری خواب است یا بیدار. چرا که می دانستم فقط وانمود می کند خواب است. تلویزیون را روشن نکردم تا اخبار شبانه را ببینم. چرا که همان اخباری بود که از کودکی شنیده بودم. فلان کشور بهمان کشور را تهدید کرده. فلانی به بهمانی حمله کرده. وضع اقتصادی خراب است. رسوایی بزرگی رخ داده. اسرائیل و فلسطین در این پنجاه سال به توافقی نرسیدند. بمب دیگری منفجر شده. گرد باد و طوفانی هزاران نفر را آواره کرده. یادم آمد که همان روز صبح از آنجا که اقدامی تروریستی رخ نداده بود شبکه های خبری به عنوان خبر اول به شورشی در هایتی پرداخته بودند. هایتی به من چه مربوط بود؟ چه تفاوتی در زندگی من ایجاد می کرد؟ یا در زندگی زنم در قیمت نان در پاریس یا در قبیله میخایل چرا باید پنج دقیقه ارزشمند از عمرم را به شنیدن خبر شورشی ها یا حرف های رئیس جمهور میگذراندم یا همان های تظاهرات خیابانی را ببینم که تا ابد تکرار میشد و هر حادثه را طوری تعریف میکردند که انگار مهمترین حادثه تاریخ بشر است شورش در هایتی باور کرده بودم تا آخرش رفته بودم به راستی باید یک کارت شناسایی مجزا به این احمق بدهند چرا که اینها هستند که حماقت جمعی را تقضیه می کنند. پنجره را باز کردم و گذاشتم هوای یخ شب وارد شود لباسم را درآوردم و زیر لب گفتم که باید خیشتنداری کنم و در برابر سرما مقاومت کنم. همانجا ماندم و به هیچ چیز فکر نکردم. فقط حس می کردم پاهایم روی زمین است. چشمهایم را به برج ایفل دوخته بودم. گوشهایم صدای پارس سکها و بوغ ماشینها و گفتگوهایی را می شنید که درست نمیفهمیدم. من من نبودم. هیچ کس نبودم. و این به معجزه ای می مانست. حالتت عجیبه. چطور عجیب؟ قیافت غمگینه. اما غمگین نیستم. راضیم. میبینی؟ لحن صدات کاذبه. تو از دست من ناراحتی اما جرأت نمی کنی بگی. چرا ناراحت باشم؟ چون دیشب دیر و مست اومدم. حتی نپرسیدی کجا بودم؟ برام مهم نیست. چرا مهم نیست؟ مگه نگفتم با میخایل بیرون میرم؟ مگه نرفتی؟ رفتم. خب پس؟ دیگه میخوای چی بپرسم؟ فکر نمی کنی وقتی دوست پسرت که ادعا میکنه دوستت داره دیر به خونه برمیگرده دست کم باید سعی کنی بفهمی چه اتفاقی افتاده. خب چه اتفاقی افتاده؟ هیچ. با اون و چند نفر از دوستاش بیرون رفتیم. خب. باورت نمیشه؟ معلومه که باور میکنم. فکر می کنم دیگه منو دوست نداری. اصلا حسادت نمی کنی. فرق کردی. طبیعیه که ساعت دوی صبح اومدم خونه؟ مگه نمیگی مرد آزادی هستی؟ معلومه که هستم. خب پس طبیعیه که ساعت دوی صبح به خونه بیای. تو کاری رو میکنی که خودت بهتر میدونی. اگه مادرت بودم نگران می شدم. اما دیگه بزرگ شدی مگه نه؟ مردا دیگه باید دست بردارن از این میل که زنها مثل مادراشون با اونا رفتار کنن. منظورم این جور نگرانی نیست. منظورم حسادته. ترجیح میدادی الان سر صبونه دعوا را مینداختم؟ این کارو نکن. همسایه ها میشنون. همسایه ها برا مهم نیستن. به خاطر این دعوا میکنم که اصلا میلی به این کار ندارم. برام سخت بود اما سرانجام حرفی رو که توی زاگروب گفتی قبول کردم. دارم سعی می کنم خودم رو به این فکر عادت بدم. اما اگه رازیت میکنه، میتونم وانمود کنم حسودی میشه ناراحتم، عصبانیم. گفتم که عجیب شدی. کم کم احساس می کنم تو زندگی تو هیچ اهمیتی ندارم. منم کم کم احساس می کنم که یادت رفته که یه خبرنگار تو سالن منتظرته و شاید حرفای ما رو بشنوه. بله آن خبرنگار تکمه خلبان خودکار را در خودم روشن کردم چرا که دیگر می دانستم چه چیزهایی از من می پرسد می دانستم با چه سوالی مصاحبه را شروع می کند از کتاب تازهتون حرف بزنیم. پیام اصلیش چیه؟ میدانستم چه جوابی می دهم. اگه میخواستم پیامی منتقل کنم یک جمله می نوشتم نه یک کتاب. میدانستم نظرم را درباره منتقدها ها میپرسد که معمولا نسبت به کار من بسیار بیرحمند. میدانستم دانستم مصاحبه من با این جمله تمام می شود. دارین کتاب جدیدی می نویسین؟ برنامه های بعدیتون چیه؟ که جواب می دهم است. مصاحبه همانطور که انتظارش را داشتم شروع شد. درباره کتاب جدیدتون صحبت کنیم. پیام اصلیش چیه؟ اگه میخواستم پیامی برسونم فقط یک جمله مینوشتم. چرا مینویسید؟ این شیوهیه برای درمیان گذاشتن احساساتم با دیگران. این جمله هم بخشی از کار خلبان خودکار من بود. اما مکس می کنم و جمله را تصیح می کنم. اما میشه این سرگذشت رو به شکل دیگه هم تعریف کرد. سرگذشتی که میشه به شکل دیگه تعریف کرد؟ یعنی از زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن راضی نیستین؟ از کتابم خیلی هم راضیم. اما از جوابی که دادم ناراضیم. چرا می نویسم؟ جواب اصلیش اینه. می نویسم چون میخوام منو دوست داشته باشن. خبرنگار نگاه مزنونی به من انداخت. این دیگر چه ادعایی می نویسم برای اینکه وقتی نوجوان بودم بلد نبودم خوب فوتبال بازی کنم. ماشین نداشتم. پول تو جیبی کافی نداشتم. هیکل ازولانی نداشتم. برای ادامه فشار زیادی به خودم آوردم. گفتگو با ماری مرا به یاد گذشته انداخته بود که دیگر معنایی نداشت. باید درباره سرگذشت شخصی حقیقیم حرف میزدم و خودم را از آن رها می کردم. ادامه دادم. لباس مد روزم نداشتم. برای دخترای دوروبرم فقط همین مهم بود و نمیتونستم توجهشون رو جلب کنم. شب وقتی دوستام با دوست دختراشون بیرون میرفتن وقت آزادم رو به خلق دنیایی میگذروندم که در اون میتونستم شاد باشم. رفقام نویسنده ها و کتاب هاشون بودن. یک روز شعری برای یکی از دخترهای همسایمون نوشتم. دوستی اون رو تو اتاقم پیدا کرد و دزدید. وقتی جمع شدیم به تمام گروه نشونش داد همه زدن زیر خنده به نظر همه احمقانه بود من عاشق شده بودم اما دختری که براش شعر رو گفته بودم نخندید عصر روز بعد که به سینما رفته بودیم به هر کلکی کنارم نشست و دستم و گرفت دست در دست هم از سینما بیرون رفتی. من که خودم رو زشت و ضعیف می و لباس مدروز نداشتم با محبوب ترین دختر گروه بودم. مکسی کردم. انگار به گذشته برگشته بودم. به لحظه ای که دست آن دختر به دستم خورد و زندگیم را عوض کرد. ادامه دادم. تمامش به خاطر یه شعر. یک شعر باعث شد بفهمم که با نوشتن، با نشون دادن دنیای نامرئیم میتونم برابرانه با شرایط دنیای مرئی دوستام رقابت کنم. با قدرت جسمانی، لباسای مد روز، ماشین، مهارت در ورزش. خبرنگار کمی تعجب کرده بود. من هم. اما او خودش را نگه داشت و ادامه داد. فکر میکنین چرا منتقدا اینقدر نسبت به کار شما بیرحمن؟ خلبان خودکار دوباره به کار افتاد. کافی زندگی نامه یک نویسنده کلاسیک قدیمی رو بخونی. سو تفاهم نشه با خودم مقایسه نمی کنم. اما کافی بخونین تا بفهمین که منتقدها ها همیشه نسبت به اونا بیرحم بودن. دلیلش ساده است. منتقد ها به شدت احساس ناامنی می کنن. دقیقا نمی دونن چه اتفاقی داره میافته. موقع صحبت درباره سیاست دموکراتن. اما پای فرهنگ که پیش میاد فاشیست میشن. به نظر اونا مردم میتونن حاکمان خودشون رو انتخاب کنن. اما اجازه ندارن فیلم و کتاب و موسیقی مورد علاقه رو انتخاب کنن. و بعد ناگهان گفتم تا حالا قانون یانتر رو شنیدی؟ آها، دوباره از حالت خلبان خودکار خارج شده بودم. هرچند می دانستم آن خبرنگار به احتمال زیاد این حرفهایم را منتشر نمی کند. جواب داد نه نشنیدم. این قانون از ابتدای تمدن وجود داشته. اما به طور رسمی در سال 1933 توسط یک نویسنده دانمارکی اعلام شد. صاحبان قدرت در شهر کوچیک یانته ده قانون برای رفتار مردم وضع کردند ظاهرا این قانون فقط در یانته برقرار نیست و در همه جای دنیا جاریه اگر این ده فرمان رو فقط در یک جمله خلاصه کنیم میگه بهترین انتخاب میان حالی و گمنامیه اگر میان حال باشین در زندگی هیچ وقت گرفتار مشکلات بزرگ نمیشی. اما اگه بخواین متفاوت باشین خبرنگار که خیلی به موضوع علاقه من شده بود حرفم را قطع کرد. دلم میخواد فرمانهای یانتر رو بدونم. اینجا ندارمش. اما میتونم متنش رو به شما بدم. سراغ کامپیوترم رفتم و نسخه خلاصه و ویرایش شده آن را چاپ گرفتم. تو هیچ کس نیستی. مبادا فکر کنی از ما بزرگتری. هیچ اهمیتی نداری. نمی توانی هیچ کاری را درست انجام بدهی. کارت بی ارزش است. اگر با ما مبارزه نکنی می توانی خوشبخت باشی. همیشه تمام گفته های ما را جدی بگیر و هرگز به نظرات ما نخند. خبرنگار کاغذ را برداشت و در جیبش گذاشت. حق داری؟ اگه کسی نباشین کارتونم باستابی نداره و بنابراین میشه شما را ستود؟ اما اگه از میان حالی خارج بشین، در زندگیتون موفق بشین و قانون رو به مبارزه به طلبین، قطعا سزاوار مجازاتی. خدا را شکر که خودش به این نتیجه رسید. حرفم را تکمیل کردم. فقط پای منتقدا وسط نیست. تعدادشون خیلی بیشتر از اونیه که فکر میکنی. بعد از ظهر به تلفن همراه میخایل زنگ زدم. با هم میریم. اصلا غافلگیر نشد. فقط تشکر کرد و پرسید چه چیزی نظرم را عوض کرده. زندگیم دو سال تمام فقط در زهیر خلاصه شده بود. از وقتی تو رو دیدم راهی رو پیش گرفتم که دیگه یادم رفته بود. یک راهن متروک، که بین ریلهاش علف سبز شده. اما هنوز به درد عبور قطار میخوره. هنوز به ایستگاه آخر نرسیدم. پس نمیتونم وسط راه بیستم. پرسید ویزایم را گرفتم. گفتم در زندگی من بانک مساعدت بسیار فعال است. یکی از دوستان روس من به دوست دخترش که مدیر یک مجموعه روزنامه و نشریه در قزاقستان است تلفن کرده. دختر هم با سفارت خانهشان در پاریس تماس گرفته و تا پایان همین امروز همه چیز رو به راه می شود. کی میریم؟ فردا. فقط برای خریدن بیلیت اسم واقعی تو لازم دارم. آژانس پشت اون یکی خط منتظرمه. قبل از اینکه قطع کنی بذار چیزی بگم. از مثالت درباره ریل های قطار خوشم اومد. از راهن متروکت هم خوشم اومد اما فکر نمی کنم به این دلیل منو دعوت کرده باشی. فکر می کنم دلیلش متنیه که نوشتی و حفظش کردم و همسرت اغلب اون رو می این متن خیلی شاعرانه تر از اون بانک مساعدت توه. رزماور نور هرگز سپاسمندی را از یاد نمی برد. هنگام نبرد فرشتگان یاریش میرسانند رسانند. نیروهای آسمانی هر چیز را بر جای خود می نهند و او را عزن می دهند تا بهترین خیش را عرضه دارد. پس شامگاه به زانو در می آید و ردایی را می ستاید که پیرامون او پشتیبان اوست. یاران می گویند بخت با تو چه یار است. اما او می فهمد که بخت یعنی به اطراف نگریستن و یاران را دیدن. چرا که از راه گفته های آنان است که فرشتگان میتوانند صدای خود را به گوش او برسانند. میدونی همیشه نوشته هم یادم نیست. اما راضیم. حالا دیگه باید اسم تو به آژانس مسافرتی بدم. پایان قسمت چهاردهم